سلام، به نگاه سیاسی روز خوش آمدید. اقتصاد حاصل از افراطی‌گری و تبیین سیاست‌های غیر کارشناسی حال روز امروز اقتصاد ایران است و این مسئله به حدی نمایان و پررنگ شده که طی 6 سال گذشته هر نوروز شاهد این مسئله هستیم که رهبر جمهوری اسلامی در نامگذاری سالها پای اقتصاد را هم به میان می‌کشد. در ایران برخلاف اصول اقتصادی مشارکت فراگیر و مردمی در حد بسیار ناچیزی قرار دارد و اقتصاد دولتی و شبه دولتی حاکم بلا منازعه بر این عرصه است و در این میان نام سپاه پاسداران به عنوان بزرگترین کارتل اقتصادی در پروژه‌های عظیم اقتصادی و عمرانی کشور خودنمایی می‌کند. سپاه پاسداران بر اساس ساختار خود یک نیروی نظامی است که جهت حفاظت از تمامیت ارضی و کیان کشور بنا شده. اما این نیرو با استفاده از نفوذ سیاسی و نظامی خود پای را از ساختار تعریف شده خود فراتر نهاده و در عرصه‌های اقتصادی به ویژه دور زدن تحریم‌های بین‌المللی حضوری فعال و بی‌رقیب دارد که این جمع شدن توان اقتصادی و نفوذ سیاسی در دست یک نیروی نظامی عملاً راه را برای هر گونه حضور بخش خصوصی و مشارکت مردمی در اقتصاد بسته است. در اختیار گرفتن پروژه‌های بزرگ عمرانی نظیر سدسازی و جاده‌سازی تا حضور در عرصه بانکداری و داروسازی و حتی صنعت توریسم بخشی از فعالیت‌های اقتصادی سپاه را شامل می‌شود که با وجود نداشتن توان اجرایی و تخصصی به دلیل نفوذ سیاسی نظامی در ید قدرت این نیرو قرار گرفته و این گستردگی حضور در اقتصاد و ناموفق بودن این نیرو در این عرصه به گونه‌ای بوده که در انتخابات ریاست جمهوری 92 یکی از موارد مهم در تبلیغات انتخاباتی برخی از کاندیداها کم کردن نفوذ سپاه در اقتصاد به عنوان یک اصل مطرح شد. حسن روحانی یکی از این افرادی بود که در عرصه رقابت‌های انتخاباتی حضور سپاه را در عرصه‌های کلان و خرد اقتصادی نادرست اعلام کرد و خواستار بهره‌گیری از توان سپاه در حوزه‌های تخصصی شد و عملاً با انتخاب وی به عنوان رئیس دولت 11 راه برای این مهم هموار شد. سپاه پاسداران از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی بارها و به اشکال مختلف برای همکاری با دولت 11 اعلام آمادگی کرده، اما به نظر می‌رسد رئیس دولت تمایل چندانی به این موضوع ندارد. سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران خواستار افزایش نقش سپاه پاسداران در اقتصاد کشور شده و گفته در عرصه اقتصادی سپاه و بسیج این آمادگی را دارند که نقش فعال و تأثیرگذاری را ایفا کنند، ولی دولت محترم باید این مسئله را از ما بخواهد و بعضی زمینه‌ها را فراهم کند و در واقع مطالبه کند. البته پیشبینی رابطه سپاه و دولت 11 در حوزه اقتصادی مستلزم شرایط خاصی است، زیرا در حال حاضر که اقتصاد کشور متأثر از تحریم‌های بین‌المللی و عدم توانایی و تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری به دلایل مختلف می‌باشد، راهی برای خروج سپاه از اقتصاد مشاهده نمی‌شود. بدون تردید خروج سپاه از عرصه‌های اقتصادی و بریده شدن دستش از منافع مالی ناشی از آن به تشدید درگیری‌های سیاسی میان سپاه و دولت دامن خواهد زد. گرچه در شرایط کنونی حسن روحانی ناچار است در راستای تعامل با سپاه حرکت کند، اما او در عین حال باید تلاش کند که بار هزینه تحریم‌ها تدریجاً کمتر شود تا با تقویت بخش خصوصی راه را برای اقتصاد مردم محور هموار کند.